سلام، پروین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. امروز میخوام یکی از مباحث خیلی سخت انگلیسی رو بهتون یاد بدم. سخت نیست، میگن سخته، آینده در گذشته، میگن که خیلی پیچیده است. اصلا پیچیدگی نداره. نگاه کنین، همون داستان ووده که خیلی‌ها میگن وود چیه، تو همه جا میاد، معنی آینده میده، حال میده، گذشته میده. خب یکی از کاربردهاش همین هستش که بهتون میخوام بگم، آینده در گذشته. ببین، مثلا من الان شما رو میبینم، دارم با شما صحبت میکنم، خب میگم که ببین فردا میخوام برم مثلا بیرون. خب چی باید بگم؟ میگم که I will go out tomorrow، نشونه آینده است. حالا به جاش میتونستم مثلا از گانا استفاده بکنم یا چیزای دیگه، حالا با اون کار نه، از will استفاده بکنیم. خب حالا من رو شما فردا میبینی، میگی که چی گفتی دیروز؟ من به اشتباه میگم که I said that I will go out tomorrow. این غلطه، چون که من این حرف رو دیروز زدم. دیروز آره میگم که I will go out tomorrow، ولی وقتی که اون فردا من رو میبینی، من اگر بگم I will go out tomorrow یعنی دوباره فردای فردا من دوباره میخوام برم بیرون. خب یعنی این که هر لحظه، هر زمانی شما بگی I will do something، یعنی میشه از اون لحظه به بعد آینده. من باید بگم که دیروز گفتم که امروز میرم بیرون، خب چون که دیگه اون آینده نیست. باید بگم که I said that I would go out tomorrow. یه مثال ساده تر بگم، وقتی که ما بچه ایم، مثلا من یه بچه به آینده نگاه میکنم، بگم که One day I will be a doctor، یه روزی یه دکتر میشم. خب بعد این آینده، مثلا اینجا آینده است، خب I will be a doctor. بعد اینجوری میاد میگذره، من بزرگ شدم، آینده رو رد کردم. خب دیگه نمیتونم بگم I said that I will be a doctor، بعد بگم I said that I would be a doctor. این آینده در اینجا آینده بوده، الان این سر من مثلا میشه حال. خب وقتی که بیاد بگذره این حاله، این دیگه گذشته است، آینده نیست. بچه بودم گفته بودم که مثلا میخوام یه دکتر بشم، مثلا قبلترش میگم میخواستم یه دکتر بشم. خب بعد اینجا دیگه من شدم یه دکتر، یا شاید نشدم. اینجا دیگه will نیست، این میشه would. okay I said that I would be a doctor. خب سر من هم که میشه حال. حالا من اگر اینو بیام جا به جا بکنم، خب الان میگم I will be a doctor در آینده. حالا دوباره اینو میارم عقب، ببین این آینده رفت عقب، I said that I would be a doctor. خب یا مثلا میگم که تو سوال قبلی تو پست یه سوال پرسیده بودم، گفتم که مثلا بگیم که اون گفته که نمیاد. خب دوباره در نظر بگیریم، سر من میشه حال، این ور میشه آینده، این ور میشه گذشته. خب مثلا در حال اون دوست من گفته که he will not come. He said that he will not come، یعنی اینجا نمیادش. خب بعد فردا میشه، دوباره میاد میگم که مثلا به شما تعریف میکنم، میگم که My friend said that he would not come. میبینی؟ اگه سر من حال باشه، این دیگه آینده نیست. My friend said that he would not come. پس هر لحظه که شما بگی will، یعنی از اون لحظه داری به آینده نگاه میکنی. هر وقتی که بگی که would به این معنی، یعنی آینده در گذشته، یعنی اینکه داری از یه زمانی در گذشته به آینده نگاه میکنی، یعنی از گذشته داری به آینده نگاه میکنی. خب و اون آینده هم مونده تو گذشته، یعنی دیگه وقتش گذشته، انقضا شده، دیگه تموم شده، دیگه آینده حساب نمیشه. خب پس مثلا اگر که شما 90 سالت باشه، خب وقتی که داری راجع به این صحبت میکنی که مثلا تو 20 سالگی به خودت گفتی که مثلا تو 40 سالگی یه دونه خونه میخری، خب اونجا باید بگی که When I was 20 I said that I would buy a house. خب یعنی این که دیگه گذشته. اگه بگی When I was 20 I said that I will buy a house. I will buy a house یعنی این که شما بعد از 90 سالگی تازه میخوای بری دوباره خونه بخری. خب ببینی آینده در گذشته.
حالا این ویدیو رو من تو یوتیوب هم میذارم، اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتر و دیگه رو ببینین میتونین به یوتیوب من برین.